این داستر جدیده که ما توش نشستیم و میخوایم الان شروع کنیم به تست کردنش. این کلید خودروه، بدون کلید هست خودرو و فقط کافیه این تو جیبتون باشه تا بتونین خودرو رو استارت بزنین و شروع کنین به حرکت. اولین چیزی که باید بگم اینه که این خودروی میتونه 150 اسب بخار قدرت تولید کنه. گیربکسش هم 6 سرعته دستیه و این خودرو همچنین خودرویی هستش که دو دیفرانسیله و اینجا ما یک حالت داریم که به اون میگه میتونین از حالت دو دیفرانسیل استفاده کنین، تک دفش کنین، حالت اوتو بذارین یا روی قفل دیفرانسیل. میذاریمش رو حالت تک دیفرانسیل که فقط نیرو به چرخ جلو وارد میشه. خود رو رستارت میکنیم و حرکت. اگه بخوام در مورد این خود رو صحبت کنم باید بگم که فرمون بسیار نرمی داره و از یک فرمون الکتریکی بهره میبره. طراحی فرمونم به نظرم خوبه و خوب توی دست میشینه. دید جلوی مناسبی هم داره. میخوایم ببینیم رو دنده یک چقدر شتاب میگیره. من گوشم رو دنده یک، بریم ببینیم چیکار میکنه. خب دنده یک رو 40 کیلومتر پر کرد، رو دنده دو، دنده دو رو 70، دنده سه. خب به نظر میرسه این قدرت موتور برای این وزن مناسبه و از داستر قبلی خیلی بهتر شده. فرمون پذیرش هم خیلی خوبه، شتاب خیلی خوبی داره، مخصوصا شتاب اولیه خیلی خوبی داره. یک نکته ای که تو این خودرو ایراد محسوب میشه اومدن صدای زیاد موتور به داخل کابین. خیلی صدای موتور داخل کابین میاد. صدای موتور رو میشنوین؟ خیلی زیاده. میتونم بگم هندلینگ خودرو خیلی خوبه. خب الان ما رفتیم روی دو دیفرانسیل اوتوماتیک و نیرو داره به چرخا 60% چرخای جلو و 40% چرخای عقب انتقال پیدا میکنه. من الان در کنار داستر جدید وایسادم. این خودرو یک موتور 1.3 لیتری داره که میتونه 150 اسب بخار قدرت تولید کنه. این قدرت با توجه به وزن خودرو کشش مناسبی به خودرو میده. یه نکته ای که رانندگی رو با این خودرو لذت بخش کرده اینه که موتور 150 اسب بخاری توسط یک گیربکس 6 سرعته مد شده. استفاده از گیربکس دستی با این موتور 150 اسب بخاری سبب شده که شتابگیری خود رو خیلی خوب باشه و شما از رانندگی لذت ببرین. یک نکته دیگه‌ای که در مورد این خودرو به نظرم میرسه اینه که با وجود اینکه این خودرو یک کراس اووره ولی دید مناسبی در اطراف داریم. We'll be right back.
این خودرو قرار بود در فعالیت جدید رنو در ایران تولید بشه، همین نسخه دو دیفرانسیلش، و واقعا حیف شد که همچین خودرویی در ایران تولید نشد. تحریم ها سر رسیدند و رنو از ایران رفت. میتونم بگم شتاب ثانویه خودرو هم خیلی خوبه. خب اینجا محدودیت سرعت 100 کیلومتر، ما بیشتر نمیتونیم بریم. خودرو الان داره 100 کیلومتر سرعت میره. نکات مثبت خودرو اینه که دید خوبی داره، هندلینگش به نظرم مناسبه، فرمون نرمی داره، اما صدای موتور بیش از حد وارد اتاق میشه. دارم سعی میکنم ببینم هندلینگ خودرو چطوری هست. یک پیچ اس شکل رو داریم، با وجود این که خودرو کراس اووره ولی ما سواری خودروی کراس اوور هستیم، اما هندلینگش خوبه. با سرعت 60 کیلومتر به راحتی و با تعادل کامل یک پیچ اس شکل رو طی کرد. این خودرو یک سیستم مولتی مدیایی خیلی خوب داره. الان جلوی من یک صفحه 5 اینچی هست، با گوگل اوتو کامل کار میکنه و هم با اندروید میتونه خوب کار کنه، هم با آی او اس. شما چه گوشی اپل داشته باشین چه گوشی اندرویدی، سیستم مولتی مدیایی این خودرو گوشی شما رو پشتیبانی میکنه و این یک تفاوت بزرگ با سری های قبلی داستر هست در ایران. از یک طرف دیگه طراحی کنسول میانی هم خیلی نسبت به مدل های قبلی بهتر شده، دیگه مثل داستر قبلی زشت نیست، زیبا هم نیست، ولی قابل قبوله. در کل میشه گفت قدرت موتور مناسبه و موتورم با گیربکس هماهنگ توی نسخه. مصرف سوخت این خودرو تقریبا نزدیک 7 لیتر در 100 کیلومتر هست. البته اگر بذارینش رو حالت اکو مصرف سوخت کمتر میشه و حدود 6 لیتر در 100 کیلومتر مصرف میکنه. میتونم بگم شتاب اولیه و ثانویه خودرو تو تست هایی که ما انجام دادیم خوب بود و هندلینگش هم خوب بود. روی 60 کیلومتر تونستیم یک پیچ اس شکل رو به راحتی بزنیم. کیفیت فرمون به نظرم خوبه از نظر نرمی، از نظر دقت، و در کل ما با یک خودروی اقتصادی و کاربردی طرف هستیم. این خودرو در اروپا یک خودروی خیلی خوب هست برای جوان‌ها و کسایی که میخوان برای اولین بار یک خودروی شبه شاسی بلند داشته باشن. قیمت این خودرو از 16000 یورو شروع میشه و به 22000 یورو میرسه که گزینه مناسبی هست برای جوان‌ها و کسایی که اولین بار میخوان یک خودروی شاسی بلند یا شبه شاسی بلند داشته باشن.